فیلم سینمایی غزل به کارگردانی مسعود کیمیایی محصول سال 1355. دو برادر به نام حجت و زین العابدین قرقبان جنگلن و تو تنهایی زندگی میکنن. اونا متوجه میشن که چند نفر مخفیانه درختای جنگل رو قطع میکنن. روزی حجت به دنبال مهاجمان میره و با غزل به کلبه برمیگرده. زین العابدین به غزل دل میبنده و حجت هم متوجه میشه که گرفتار عشق غزل شده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. من سفیدی که زد میرم، مثل همیشه که سفیدی زده رفتم. انقدر مردا از روم رد شدن که اگه یک کدومشون رو یه دفعه دیگه ببینم نمیشناسم. شما دوتام روش، دنیا که آخرش نیست. من سفیدی که زد میرم. نه، بابک پزشکی که به فرهنگ اشرافیت خانواده‌اش بی‌اعتناه. اون برای اداره بیمارستان پدرش به کاشان میره و مداوای پسر درویش مسلکی رو که سرطان خون داره بر عهده میگیره. بعد از اینکه جوان اقدام به خودکشی میکنه، بابک به دامن طبیعت پناه میبره و با پسرک چوپانی زندگی میکنه. بخشایی از فیلم آدمک رو با هم تماشا میکنیم. گفتم نینا جون قربونت، بودو برو پیش بابک، شاید بتونی آرومش کنی. رفتار امشبش طالب واسه من سابقه نداشته. برو جون. خواهش میکنم بفرمایید. راست این دست کی بود؟ چطوری؟ من شاید خودم هستم. یه حالت زد و نقیز داری؟ تو اینطور فکر کن. من فکر نمی کنم ما با هم جور باشیم. این مسئله مهمیه. به زندگی هر دومون بستگی داره. شاید تا به حال نتونستیم دربارش فکر کنیم. ولی حالا بعضی مواقع حس میکنم که ما رو به هم قرض دادن. ولی من این احساسو نمی کنم. من تو رو از ته قلب دوست دارم. فیلم بدنام که تو سال 1350 ساخته شده، از این قراره که توی محل بدری رو به اسم دکتر صدا میکنن و فکر میکنن پرستاره. اما واقعیت اینه که بدری هر شب توی میخونه رقاصی میکنه. بدری با پسری به اسم مرتضی آشنا میشه، عاشق همدیگه میشن و قرار ازدواج میذارن. اما کار بدری و گذشته مرتضی مانع این ازدواجه. بخشایی از فیلم بدنام رو با هم تماشا میکنیم.
فیلم رابطه جوانی که تو سال 1355 ساخته شده راجب فرید و لیلا است که دوتا همکلاسی هن که به همدیگه علاقه دارن. فرید یه جوان فقیره که این مسئله رو از لیلا پنهان کرده. بعد از آشکار شدن شرایط زندگی فرید، لیلا فرید رو ترک میکنه. بعدها فرید به خواننده مشهوری تبدیل میشه و با لیلا آشتی میکنه. اما این پایان ماجرا نیست. بخشایی از فیلم رابطه جوانی رو با هم تماشا میکنیم. تمام زندگیمو به پاچ ریخته. تو این مدت واسه خودم یه قصر آرزو ساختم. دلم خوش بود که فردا اونو سایه سرم کنم. حالا یه بچه ننه یه عروسک باز میخواد هانه چی رو واسه من خراب کنه. میخواد از بین ببره. اون باید بره عروسک باز میکنه. نه من نمیذارم. اگه جور من بره نمیذارم تو رو از من بگیره. اون به خاطر حوثش می جنگه ولی من به خاطر دلم. منو به اتاب نیوردی؟ منم از سیر دلم. نه من عاشقت شدم. چرا نمیخوای بفهم؟ خیلی متاسف. میدونی فکر میکردم بتونم فراموشش کنم. تو خیال کردی من یه عروس کوکی هم. از من به عنوان یه بازی چه استفاده کردی؟ به عنوان یه سرگرمی تا بتونی عشق خدا فراموش کنی؟ درستی؟ نه منظورم این نبود. پس چی بود؟ شاید میخواستی از من پولی بسازی که به آرزوت برسی. آره ولی من این پول رو سرت خراب میکنم. همونطور که بردمت به عرش همونطور هم به زمینت میزنم. حالا میبینی حضرت آقا توی فیلم میخک سفید، ستاره با بازی فروزان یه آواز خونه. محمود که خاطرخواه ستاره شده، خونه مجلل برای ستاره و دوستاش فراهم میکنه و اونا رو به اجرای برنامه توی یه کاباره بزرگ دعوت میکنه. از طرفی جوون دانشجوی به اسم مسعود به رغم مخالفت والدینش به ستاره اظهار علاقه میکنه. فیلم میخک سفید محصول سال 1351. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. ستاره کجایی؟ مسعود کوچولوی من، متاسفم که باید بهت بگم دیگه بازی تموم شد. من تا تونستم از زندگی کوتاه با تو لذت بردم و دیگه موندن من پیش تو برام لطفی نداره. خسته کننده و ملال آور شدی. بخشی از این که تو رو بازیچه دست خودم کردم، هرچند که تو هم از من لذت بردی و به این ترتیب با هم بی حساب شد. من به کار سابقم برمیگردم و امیدوارم که دیگه مزاحم من نشه. خدا حافظ برای همیشه.